بینندگان عزیز تلویزیون ای2 در سراسر جهان، من پرویز مینویی هستم. روزهای دوشنبه و چهارشنبه بعد از ظهر از ساعت 6:30 تا 8 به وقت واشنگتن در خدمت شما عزیزان هستم. امروز که این برنامه رو خدمتتون تقدیم میکنم، روز 11 ژانویه 2016 است که برابر است با 21 دی ماه 2574 هخامنشی است. خب چند روز پیش خانم شاهتخت اشرف پهلوی فوت کردن و خب ایشون خواهر دوقلوی شاه بودن و بسیار معروف بودن به اینکه خیلی خشنن و خیلی کارهای خلاف میکنن و اینا. من یه خاطره ای رو میخوام بگم، خاطره ای که من که با ایشون خاطره ندارم، یک کسی یه خاطره ای رو گفته و ما خاطره رو میخوام تکرار کنم برای شما. البته اون خاطره رو ایشون نگفته بلکه نوشته. خانم پری عباسلطی مدیر نشریه بسیار خوب راه زندگی چندی قبل یک از خاطراتشون نوشته بودن که یک روز برای یه جریانی خانم اشرف پهلوی گفتن که یک خبرنگاری از اطلاعات بانوان، اون موقع اطلاعات بانوان در ایران چاپ میشد، خانم عباسلطی در ابتدا خبرنگار اونجا بود، بعد البته مقامات بالاتر رسید، بعد گفتن که یه خبرنگاری از اونجا بیاد، بعد میگفتش که خب من قرار شد که من برم پلوی خانم اشرف پهلوی باشون صحبت کنم. وقتی من میخواستم برم اونجا، من صدا کردن تو اتاق، گفتن خانم اشرف بسیار دقیقه، بسیار خشنه، بسیار باید مراقب خودت باشی، خیلی مواظب باش، خیلی مراقب باش، خیلی فلان باش. خانم اشرف اله بله بله بله. گفت من پاچتان رفتم، سلام اولپرسی، خیلی خودمونی با من دست داد، احوالپرسی کرد و تعارف کرد و نشستم و صحبت کردیم و گفت چی کار داری فلان اینا، بعد درباره اون موضوعی که میخواست صحبت کنه صحبت کرد، بعد گفتش خب چه مشکلاتی داری، چه گفت من یه چیزایی تقاضایی در مورد زنان و جامعه زنان و اینا مطرح کردم. خانم اشرف خیلی با خوشرویی گفت من این همه رو یادداشت کرد، گفت من همه رو کمکت میکنم، یاری میکنم. و گفت خانم عباسلطی، میگم من وقتی داشتم میرفتم تو ذهنم یه خانم اشرف دیگه ای درست کرده بودم، ولی وقتی اومدم بیرون دیدم یه خانم بسیار مهربان و خودمانی و صمیمیه، اصلا اون چیزی که دربارش میگن صدق نداره. ما ایرانی‌ها عادت داریم به قول معروف یک کلاغ چلق کلاغ کنیم، عادت داریم که یه خشونت یه نفر ببینیم بگیم این تمام عمرش خشونته. به هر حال خانم اشرف خواهر دوقلوی شاه بود، در سن 94 سالگی درگذشتن و گویا موقعی که فوت شدن دچار آلزایمر بودن و خاطراتشون زیاد یادشون نمی آمده. به هر حال ایشون بعد از انقلاب پسر جوان و رشیدشون خانم آقای شهریار شفیق رو در یک توطئه قتلی که به دست جمهوری اسلامی انجام شد از دست دادن، غم بسیار بزرگی براشون بود. بعد در سال 2001 خانم لیلا پهلوی دختر برادرشون در یک استفاده زیادی از مواد آرام بخش جانش از دست داد. 10 سال بعد در سال 2011 دوباره این دفعه پسر برادرشون یعنی شاپور علیرضا پهلوی این بار به کمک تفنگ خودش کشت و جانش از دست داد. برای غم‌های متوالی برای خانم اشرف و همون در ابتدا هم برادرش رو شاه رو از دست داد. به هر حال زندگی پر از دشواری بود براش، ولی شخصیتش رو حفظ می‌کرد تا وقتی که خوب بود، تا وقتی که سر پا بود، تا وقتی که دچار بیماری
آلزایمر نبود، رشید و سرپا، همیشه در مورد برادرش صحبت میکرد، آگهی میداد، مقاله مینوشت و اینها، و به هر حال بسیار یار یاور آقای محمد رضا شاه بود. البته دو خواهر و برادر سیاستاشون یک جور هم نبود. آقای محمد رضا شاه ملایم و آروم بود، خانم اشرف میخواست که یک مقداری قاطعیت بیشتری وجود داشته باشه. برای این عکس خانم اشرف، دو تا عکس من تهیه کردم، البته این عکس با برادرشون هست، و این عکس تکی خودشونه. البته میتونم چند تا عکس دیگه هم توی تلفنم پیدا کنم که خب اونو میذاریم برای فرصت دیگر، من اون عکس‌ها رو پرینت کنم بیارم که اینطوری بهتر باشه. به هر حال تسلیت میگیم به خانواده پهلوی، بازماندگان ایشون، به شاهزاده رضا پهلوی، شهبانو فرح پهلوی و خانم فرهناز پهلوی و خانم یاسمین پهلوی و همه زندگان خانواده پهلوی تسلیت میگیم. امیدواریم که با قول معروف غم آخرشون باشه و از این به بعد پیروزی براشون وجود داشته باشه. بله، من اون دفعه اشاره کردم به خسارتی که ما میتونیم از دولت امریکا بگیریم. البته ما که میگم یعنی نه اینکه من، نه اینکه شما، بلکه یه گروهی بشیم. متاسفانه ما ایرانی ها نمیتونیم با هم بسازیم. میدونید ما یک دنیایی داریم، دنیای قبل از اسلام، یه دنیایی داریم، دنیای بعد از اسلام. اگر برید مطالعه کنید، من این کتاب آقای شاهین نژاد رو هم کتابش مطالعه میکنم، هم سیدیشو توی ماشین گوش میدم و بسیار رو من اثر کرده. مثل یک آدم خوابالودی که یک دفعه بیدار شدم، هوشیار شدم و مثلا حالت ورزشکاری به خودم گرفتم و آماده مبارزه شدم. و این بسیار مؤثره و نشون میده که چقدر فرق میکنه. در برای که اینو بررسی کنیم ببینیم که قبل از اسلام و بعد از اسلام چه جوری بوده، ببینید من یک دین ها پیغمبرها هیچ کدوم از جانب خدا نیستن. بسیارشون خودشون هم میدونستن که از جانب خدا نیستن، ولی میگفتن ما از جانب خداییم، اگه این با ما مخالفت کنید جهنم میرید فلان میرید، که مردم رو به اطاعت از خودشون وادار کنن. همونطور که مثلا یه مادری به بچهت میگه، که اگه از این در بری بیرون قوله میاد میخورتت، گرگه میخورتت، فلان میخوره، که یعنی بدون من بیرون نری، یعنی وادار به اطاعت از خودش بکنه. یا اگه بری تنهایی سر با آب و حوض، شیطون تو رو میکشه اون تو، یعنی میخواد بترسونی که تنهایی نری. اینا بسیار اینا میدونستن که خودشون دارن دروغ میگن، از جانب خدا نیستن. بعضی هاشون هم خب دیگه چی شدن دیگه، میدونید یه مقدار خیالاتی میشن و فکر میکنن واقعا از جانب خدا. ولی مثلا وقتی موسی میره تو کوه 10 تا فرمان رو روی سنگ میاره، خب میدونه که خودش با میخ با فلان چکنده میگه از جانب خداست و چیزای دیگه. ببینید در اول کتاب عهد عتیق یا همون تورات، همون صفحه اول، همون جایی که نوشته داستان آفرینش، همونجا یک دو سه خط که میگه، خط سوم و چهارم، یعنی من اون کتابی که میگم تو این کتابی که خودم دارم، ممکنه مثلا شما این صفحه‌ای که من میگم با صفحه‌ای که شما مثلا دارید هماهنگی نداشته باشه. خب حالا منم اتفاقا این کتاب مقدسم، اینجا دم دست نیست. بله، در اصل در اون کتاب مقدسی که من دارم و به فارسی هست، بله در این کتاب پیداش کردم، در این کتاب که یک کتابی است که به فارسی است، یک مقدارش عهد عتیقه، یک مقدارش هم عهد جدیده، یعنی یک مقدارش توراته، یک مقدارش انجیله. من همش خوندم، علامت دادم. خب گاهی وقتا من اومدم از اینجا مطالبی
برای شما مثلا خوندم یه جاهایی، این جاهایی که برای من ده. من کتابی که میخونم معمولا اینجوری علامت میزنم اون بالاش، گاهی وقتا مینویسم تیترشو که موضوع چطوری که اگه بعدن مثلا صحبت بشه بخوام بگردم پیدا کنم بتونم براتون پیدا کنم. مثلا ملاحظه میکنید اینجا مثلا من اینجا علامت دادم که مثلا چی بوده چه جوریه، مثلا اینجایی که میگم علامت دادم از این کتاب مقدس صفحه 968 این گوشش نوشته 968، من میتونم بزرگتر به شما نشون بدم که ببینید. برحال این اینا هستش دیگه. حالا در این کتاب همون گفتم همون صفحه اول کتاب، صفحه اول کتاب که به اصطلاح داستان آفرینشه که چجوری خداوند ساخته، در خط سوم و چهار میگه خداوند گفتش که آب‌ها تولید بشن، شد و خدا پسندی. بعد میگه خداوند دستور داد که زمین تولید بشه، خشکی تولید بشه، اقیانوسا تولید بشه، نباتات تولید بشه و جانوران تولید میشه، هر کدوم تولید شد و خدا پسندی. خب اگر خدا میخواست، یعنی خدا فقط میگه بشه و میشد، اگه خدا میخواست میگفتش که همه پیرو، همه انسان ها پیرو آیین به اصطلاح یهود بشن، خب همه میشدن دیگه. ببینید تمام زنبورای اصل دنیا همه میرن شهد گلها رو جمع میکنن، میرن تو لونه شون لونه میسازن، تو لونه مقررات خاصیست، همه کندوهای زنبور اصل مقرراتش مثل همه، همه مقرراتش یه جور هست، این فرق نداره، همه یه دونه ملکه داره، یه تعدادی نر میان در یه پروازی، نرها با ملکه جفتگیری میکنن، هر نری که با ملکه جفتگیری کنه میفته میمیره بیچاره نرها، و کارگر دارن، پرستار دارن، جنگجو دارن، همه لونا مثل همه، همه زنبورا هم اصل رو توی خونه های شیشکوچی که حتما دیدید جمع میکنن. خب اون نیرویی که این کهکشان ها رو خلق کرده، خورشید رو خلق کرده، زمین رو خلق کرده، ما انسان ها رو خلق کرده، اون نیرو یا طبیعت یا بیگ بنگ یا یه نیرویست که ما نمیشناسیمش، ما قادر به درکش نیستیم. ببینید یه مورچه که تو باغچه حیات ما راه میره، حالا اگه مثلا یه دونه فرض کنید هواپیما مسافر بریره ببینه تو آسمون، نمیتونه تشخیص بده این هواپیما مسافر بریه، واقعا قادر به تشخیص. من خودم که بچه بودم یادمه از نزدیک هیچ وقت فرصت نشد بود هواپیما رو ببینم. به من میگفت این هواپیما که تو آسمونه مثلا توش مثلا 50 تا مسافر نشستن، من هرچی فکر میکردم گفتم آخه این که اینقدیه، خواهی مسافرها رو لابد کوچولو کوچولو کردن، اندازه مثلا یه دونه چی بگم، اندازه یه زم مثلا موچه شدن نشستن تو اینا، وگرنه که جا نمیشن این تو که. آقای محمد هم توی قرآن توی سوره کهف میگه که دنبال خورشید رفتن ببینن کجا غروب میکنن، رفتن دیدن توی چشمه‌ای که آبش تیره است و گلالوده رفت اون تو. خب آقای محمد هم فکر میکردی که خورشید بنده توپ بسکته، حق هم داشته، برای که منم اونو اون قدی میبینم، منم بچه بودم اگر من پرسیدن خورشید چقدیه منم میگفتم اقدیه، اگه میپرسیدن ماه چقدیه میگفتم اقدیه، اگه ستاره ها چقدیه اقدیه، برای که من این قدی میبینیم. یادم به یه جوک افتاده بود، یه خواننده امریکایی اومده بود اینجا به اصطلاح ترانه اجرا میکرد، اینجا جایی از رادیو میگن مثلا، بعد میگفتش که یارو گفتش که من دور دیدم یه چیزی اینقدی داره میام، یکی همه نگاه کردن دیدم حالا اینقدی شد، اومد نزدیکتر دیدم نزدیکتر شد دیدم اینقدی شد، نزدیکتر شد دیدم اینقدی شد، نزدیکتر شد اومد جلو جلو دیدم یه ساخوسته. رفیقش گفت چرا نکشتیش پس؟ گفت من وقتی اینقدر کوچولو بود باهاش آشنا شده بود. حالا اینم همون داستان از اونطوری که می‌بینی. حالا
پس بنابراین وقتی که زنبورای عسل همه کار رو میکنن، اون نیرو، اون طبیعت، اون مادر نیچر بهشون دستور داده این کارو بکنن، میکنن. هیچ وقت فکر نکنید که یه زنبوری اومده گفت من پیامبرم، از جانب خدا اومدم، لانهاتون اینجوری درست کنید، کاراتون اینطوری بکنید و همه زنبورای جهان هم خبر داده بشه. هم چیزی نمیشه. پس برای ما هم هیچ وقت اینا پیغمبرها چیزی نمیگن. اما هر دینی یک فلسفه ای داره. میدونید فلسفه دین با خود دین فرق داره. دین یک چیزیست که خرافیه. خدا گفت اینطوری کنید، خدا گفت اینطوری کنید، این میخواست خدا اینطوری بگه، اینطوری بگه. اولا به خود ما میگفت در ثانی خدا اون نیرویی که در طبیعت وجود داره، مادر نیچر، همونطوری که به خروسا میگه استوپ پاشن قوقلو قوقو کنن، هم به ما میگفتش که ما چیکار بکنیم. اما این فلسفه دین باعث میشه که مردمی که پیرو این دینن یا روی بزرگی و سعادت ببینن یا روی بدی رو ببینن. ببینید دین یهود یه دینی است که من در مورد باورهای دین یهود زیاد اطلاع ندارم. من این کتابی که میخونم، این کتاب تاریخ دین یهوده، پیغمبر فلان که ای اومد چیکار کرد، چجور رفت، درباره باورها و ایناش این تو زیاد چیزی نگفته. اما من میتونم حد بزنم که دین یهود فلسفهش فلسفه خوبی نیست، باعث ترقی ملت یهود نشده. تک تک یهودی ها ترقی کردن ها، اما ملت یهود ترقی نکرده. ملت یهود از بعد به پیدایشش تا به امروز، تا همین اکل الان که من با شما حرف میزنم، یا در حال اسارت بوده، یا در حال آوارگی بوده، یا کشور اسلامی در وقتی به وجود اومده در حال جنگه. این معلوم میشه این فلسفه دین فلسفه خوبی نیست. فلسفه دین عیسی دین فلسفه خوبی نیست. فلسفه دین عیسی میگه اینجا یه صورت یه سیلی زدن، این برم به یه سیلی بزنن. یعنی چی؟ معنی داره؟ خوش شده این برم زد گفت دوباره این برم میخوام بزنم، دوباره این برم میخوام بزنم، این دفعه میخوام پنج تا مشت بزنم، این دفعه میخوام یه لقت هم بزنم تو کلت. مثل بچه آخونده دوز اومده و خونهش هفتی رو گذاشته و پشت دوزه گفته اگه تکون بخوری با لقت میزنم تو کلت. حالا اون شاید بخواد با لقت بزنم تو کلت. آخه این اگه عیسی میگه اگه اومدن پیرهن تو خواستن کتم بهتون بده، کتم در بیار بهتون بده. عیسی در تمام تورات های چهارگانه رو که بخونید همش پیغام داد به فلان شهر برو بگو ما امشب میایم خونه فلان کسک هستیم فلان فلان، یک کلمه نگفت کار کنید. خب در سه قرن دولت روم اینا رو میکشت، مینداخت جلوی شیر و پلنگ. بعد از سه قرن گویا کنستانتوس بود، حالا یکی برحال اسمش من اشتباه میگم عمل درسته، یک امپراتور روم یا قیصر روم تشخیص داد که اینا ملت جنگجوی نیستن، اینا میگن این ور زدی این ورم بزن، پا ما چرا اینا رو میکشیم؟ اصلا خودمون میگیم ما مسیحی شدیم که اینا با ما یکی بشن، اما دفاع کنن. خب در غرب، در شرق کنفوسیوس رو داریم و بودا رو. کنفوسیوس یک آدم منطقی بوده، میگفته به مردم که در اون بالا چیزی نیست که احتیاج به شما داشته باشه، در این پایین هستن که باید عدالت بین مردم اجرا بشه. بسیار اعتقاد به عدالت داشت و در زمانی که پادشاهان مسئول عدالت کشور شد، مثلا فرض کنید وزیر دادگستری کشور شد و بسیار در راه عدالت کوشید. ولی خب عدالت که فقط زندگی عدالت نیست که. بودا اومد گفتش که از لذت‌های دنیا صرف نظر کنیم. بودا شاهزاده بود، اینطوری که میگم ولیعهد بود، در هندوستان البته پادشاهای متعددی وجود داشتن، هر امیری در شهر و دیار خودش پادشاه بوده و این ولیعهد بود، زن داشت، بچه داشت. یه روز فکر کرد که من بچه‌ام ببینه چقدر قصه می‌خورن. فکر کرد گفت این قصه خیلی درد بزرگی است برای بشر، من باید با قصه مبارزه کنم.
کاخ و زن و پسر و همه رو ول کرد، رفت توی جنگل کنار رودخونه که فکر کنه با قصه مبارزه کنه. بالاخره نتیجه گرفت اینی که آدم نه علاقه ای به زن داشته باشه، نه به بچه داشته باشه، نه به خونه داشته باشه، نه به قصر، تا قصه نخوره. من همه چیزایی که دارم برام قصه میاره. ماشینم اگه تصادف کنه قصه میخورم، به دزدنش قصه میخورم. پس خب ماشین نداشته باشم، زن نداشته باشم، بچه‌م نداشته باشم، خونم نداشته باشم، قصه هیچی نمیخورم. کنار در جنگل میخوابم، یه دونه میوهی شاخهی چیزی گیر میارم میخورم، تمام. پس این فلسفه این دین مترقی نیست. به همین دلیل میبینید که هندی ها به قول شاهین نژاد تو کتابش پسرموهای ما همیشه تسلیم رو اتخاذ میکنن. در نتیجه مثلا دولت انگلستان بدونی که اونجا سرباز بیاره، بدونی که لشکر بکشه، بر تمام اونجا حاکم میشه. یا اغلب اطرافیان پا میشن به اونجا غارت میکنن. پس فلسفه دین بودا فلسفه‌ای که باز ترقی ملت بشه نبوده. فلسفه دین مانی، مانی خودش گفته، من خوندم اینو توی مقاله، از این یک کتابی هست به نام تاریخ ایران، آقای دکتر عبدالله رازی نوشته، یک دو سه صفحه درباره مانی نوشته. مانی گفته که به من یک فرشته به من ظاهر شد و این فرشته از جانب خدا به من ظاهر شد و به من گفتش که گوشت نخورم، شراب نخورم، با زنها هم معاشرت نکنم، یعنی هم خوابی نکنم. بعد در جاهای دیگرش میگه که یه 12 نفر هم نمیدونم درجه اول هم، 72 نفر درجه دوم هم، اونا هم صحبت میکنن، اینا حرف میزنن، بقیه مستمعین هم، یعنی جزء آدم حساب نمیکن، اصلی ها اینا. و این اصلی ها نباید گوشت بخورن، نباید درختی رو بشکنن، شاخی رو بکنن، نباید شراب بخورن، نباید با زنها معاشرت داشته باشن. این فلسفه خوبی نیست. همین باعث ضعف ایران شد. برای که شاپور اول یه زمانی، یعنی اولین پادشاه ساسانی، ارتش پاپکان بود. ما میگفتیم بابکان، حالا معلوم شد باید بگیم پاپکان. پیچون در عبیر نبود به شد. و این اردشیر پاپکان اولین پادشاه ساسانی بود که بسیار آدم متفکر، اندیشمند و قانونگذاری بود. بسیار با مشورت میکرد با تنسر و ابرسام و چند نفر دیگه بودن که اینا مشاورین این بودن. اینا یه مجلس مشاوره بود، یعنی شاه ها وقتی که یه کاری میخواستن بکنن همینطوری انجام نمیدادن، مشاوره میشنن. مثلا در یک جایی یه نامه میاد از قیصر روم، نامه خیلی تندی بوده، 3 روز دربارش بحث میکنن، 3 روز بحث میکنن که جواب این نامه رو چی بدیم، چی کار بکنیم، نشونمون چی باشه. اینطوری نبود که شاه همینطوری تصمیم بگیره فلان بکنه، یعنی شاه مجری قانون بود، حق نداشت خودش کاری خلاف قانون بکنه یا قانون عوض کنه. قانون چیزی بود که ساخته شده بود، بد یا خوب ساخته شده بود. به هر حال وقتی که شاپور اول طرفدار مانی میشه، بعد یه مدت میشه، بعد البته میبینن همه چی داره تلف میشه، مانی ها رو دور میکنن، بعد میکشنش. همین اتفاق دوباره در زمان قباد میفته. قباد شاه، قباد پدر انوشیروانه. در زمان قباد مزدک میان. قباد خودش اینطوری توجیه میکنه دین مزدک رو. من در همین باز کتاب شاهین نژاد توی سیر اندیشه ایرانی، ضمناً این کتاب رو شما میتونید اگه بخواید بخرید، میتونید برید روی آمازون، همون سیر اندیشه ایرانی، این همینطور به انگلیسی بزنید سیر اندیشه ایرانی، میاد، میتونه اونجا سفارش بدید. میتونه شرکت کتاب آقای خلیلی بله میتونید سفارش بدید به شرکت کتاب،
براتون میفرستن، پولتون میدید از طریق کریدیت کارت براتون میفرستن. بسیار شرکت خوبی هم هست. شرکت های دیگه هم ممکنه داشته باشن. من حالا این یه دفعه این یادم افتاد، چون که خود شاهین گفت، گفت شرکت کتاب هم میتونید بگیرید. البته شاهین قرار بود که امروز بیاد روی برنامه و با من صحبت کنه درباره کتابش، که خب پیداش نشد، منم زنگ زدم جواب نداد. آقای پادشاه قباد چون که طرفدار مزدک میشه، البته یه مقدارم طرفدار مزدک میشه، برای که اون روحانیان زردشتی زیاد میخواستن همه کار به اختیار بگیرن و لذا این طرفدار مزدک میشه. خود قباد میگه که اگر کسی رو مار زده باشه و اون از نیش مار در حال مرگ باشه و یک نفر پادزهر داشته باشه و نده که این مرد یا این زن که نیش خورده معالجه بشه و این بمیره، اون صاحب پادزهر قاتل حساب بشه. اینو توجیه میکنن برای که انبارای مردم رو وا کنن، غارت کنن و زنای مردم بگیرن، تجاوز کنن. حالا شاید مثلا مزدک یک کارش یک کمی منطقی بوده یا یه جور بوده، ولی خب یه دیگه همینچه اوباش در همه جا هستن دیگه، از این سوء استفاده میکنن، غارت میکردن. در حالی که در زمان مثلا اردشیر بابکان، اردشیر دستور میده، میگه آه هر کی بی پوله بهش پول بدید، هر کی مردی مرده زن و بچهش اگه بی پولن نذارید بی پول بمونن، گرسنه مونن، بهشون برسید، برشون مقرری بذارید. یه نفر اگه ورشکست شد بهش مقرری بدید، اگه یه نفر نداشت که زمینش رو بکاره بهش کمک کنید، اگر یک روستانشینی زمین رو ول کنه بره، کت خدا رو جریمه میکنیم، برای که چرا کت خدا هواش نبوده که این روستانشین بدون مشکل داره، مال نداره، پول نداره، چرا از خزانه بهش قرض نداد، قرض بده که اینجوری، نه اینکه من گرسنم این همسایه‌ام قضا داره برم درش بهش کنم وردارم ببرم، این که حل بچون یعنی بی‌نظمی آنارشیست میشه. خب اینم فلسفه خوبی برای مردم نبود. محمد هم فلسفه خوبی نبود. مسلمان های جهان هر روز هفته به خدا میگن خدایا تو ما را به راهی که انعمت علیهم نشون دادی ما را اون راه ببر، به اون راهی که به مغضوب علیهم نشون دادی به اون راه نبر. توی قرآن شاید 50 بار گفته شده خدا هر کی بخواد هدایت میکنه، هر کی نخواد هدایت نمیکنه. خدا حرفایی که من میزنم بعد خداوند بعضیا رو کور و کر میکنه که نمیفهمن حرفای منه، به مغزشون فرو نمیره. یعنی میگه که ما کاری نیستیم، خدا اگه بخواد ما رو هدایت میکنه، اگه نخواد هدایت نمیکنه. هر روز ما التماس میکنیم خدای ما رو هدایت کن، یعنی خودمون هدایت بشو نیستیم، باید یک کسی ما رو هدایت کنه. ما از اون تقاضا میکنیم، گریه میکنیم، لابه میکنیم، زاری میکنیم که تو ما رو هدایت کن. هدایت هم میکنی به اون راهی ببر که اون انعمت علیهم بودا، به اون راهی که مغضوب علیهم بود نبر. یعنی ما بیکاره ایم. دینشی هم که قربونش برم که همش گریه به خاطر کربلا و منتظر امام زمان. خب این فلسفه باعث شد که ایرانی‌ها در طی این 1400 سال بعد از اسلام هیچ وضع درستی نداشتن، هیچ آبادانی به اون صورت نداشتن، هیچ قانون به اون صورت نداشتن. پادشاهان هر کاری میخواستن میکردن، همونطور که اسمی گوشتی بودن سلطان، یعنی بر مال و جان و همه چیز مردم سلطه داشتن. امروز میگفتن اینو بکش بکش. حالا اینو گفتم یادم افتاد که دیروز سال مرگ امیر کبیر بود، میرزا تقی‌خان امیر کبیر، میرزا تقی‌خان امیر کبیر وزیر ناصرالدین شاه بود. این وزیر ناصرالدین شاه کمک کرد. ببینید قاجارها رسمشون این بود که پادشاهی که بود در تهران بود، ولیعهد حاکم تبریز بود. همیشه پادشاه در تهران بود، ولیعهد حاکم تبریز بود.
پادشاه که میبرد معمولا یه سری مدعی بلند میشدن میخواستن جای پادشاه رو بگیرن. باید ولیعهد یه وزیری داشت خودش، باید اون وزیر ولیعهد اینقدر زرنگ بود، چون ولیعهد هنوز بچه بود دیگه، معمولا کوچک بود وقتی پادشاه میمرد، یا اگرم بزرگ بود اونقدر تجربه نداشت که داشته باشه، غیر از ولیعهد ناصرالدین شاه که مظفرالدین شاه وقتی که ناصرالدین شاه مرد اینم دیگه نزدیک آخر عمرش بود. خب وقتی که آقای پدر ناصرالدین شاه یعنی محمد شاه قاجار مرد، آقای میرسلیم خان امیر کبیر که البته اون موقع امیر کبیر هنوز نشده بود، اومد با هزار سیاست، با هزار دقت، با هزار جنگ، با هزار فلان اومد همه مدعیان از بین برد، آقای ناصرالدین شاه رو کرد شاه. آقای ناصرالدین شاه یه مدتی ایشون رو قبول کرد، بعد یه مدتی قبول نکرد، مثل آقای ملک شاه سلجوقی به وزیرش خواجه نظام الملک گفت تو پادشاهی یا من پادشاه، این ملک به تو میگرده یا به من میگرده. خواجه نظام الملک گفت اون این دوات من اگه نبود اون تاج تو نبود. حرف درستی جواب میده، میگه این دوات من نبود اون تاج تو نبود، من با این دواتم یعنی با نامه هایی که می‌نویسم، قلم های دستوراتی که میدم، فرمانده هایی که ابلاغ میکنم، فلان میکنم، ملک تو رو اینقدر بزرگ کردم، امن کردم، تو هر جا میخوای میری میری، اگه این دوات من نبود اون شاه تاج تو هم نبود. کما اینکه بعد از اینکه خواجه نظام الملک کشته میشه به وسیله فداییان اسلام، ملک شاه بعد یه مدت میمیره، البته میره بغداد مهمان خلیفه، مثلا خلیفه هر شب که برای خودش و برای این شراب میرخته دستور داده که شراب اینو لیوانش بذاره سم بریزن، سمی که فرداش نمیره، یواشیاش بمیره. و بعد این مدتی مرد هر دو، یعنی وقتی که شاه به وزیر غضب کرد هم وزیر کشته شد هم شاه کشته شد. حالا بس به جاهای مختلف کشیده شد. حالا آقای میرزای خان امیر کبیر که داروفونو درست کرد و خیلی کارهای خوبی کرد و جاهایی کرد، مطمئن آقای ناصرالدین شاه نتونست، اومدن برش رو. البته خب میدونید چجوریه دیگه، همین همون خواجه نظام الملک در یک نصیحت نامه این میسته که به شاهان دستور ندید اینو بکنید، این کار بکنید و اون کار چرا نکردید. اگه حرفی به شما میزنن شما بگید حرفتون خوبه، درست، عالی ترین حرفه، وگرنه شما رو میکشن. یعنی واقعا حقیقتی رو میگفته، در تمام زمان بعد از اسلام شاهان، وزیران نمیدونم، در اون کتاب هست نمیدونم چند تا، 130 تا وزیر کشته شدن، از جمله میرزای خان امیر کبیر که اول، البته ایشون هم خودش یه مقدار افراطی عمل میکنه دیگه، یه دفعه به شاه نامه می‌نویسه، آقای ما به اصطلاح ناصرالدین شاه عزیز گرامی، من یک نفر از حکومت قم عزل کرده بودم، شما در منزلی که بودید عمه جانتون بس شما خواهش کردن شما دوباره اون نفر رو که من عزل کرده بودم حاکم قم کردید، من دستور دادم اونو دستگیرش کردن، زندانیش کردم و خواهش میکنم شما بده خواهش عمه جانتون دیگه عمل نکنید. به این میرزای خان امیر کبیر اون نصیحت نامه خواجه نظام الملک نخونده بوده، اگه خونده بوده میفهمیده که شاهان از اینکه بهشون میگن این کار کردید این کار نباید میکردید خوششون نمیاد و چون وزیرم پناهی نداره میکشنش. اما در زمان قبل، در زمان قبل از اسلام اینجوری نبود، شاه اختیار اینی که وزیر رو بکشه نداشت، وزیر به شاه دستور میداد. در شاهنامه میگه که وقتی کاووس به رستم غضب کرد، حالا من حافظه شعری ندارم، توی همین کتاب هست اینا، همه رو من از دیگه میگم، میگه که رستم گفتش که اگر خشمگین بشم کاووس شاه کیست، نمیدونم اگر بخواید منو بگیری نوذر کیست،
میدونی چی؟ یعنی سردار به پادشاه اعتراض میکنه، بعد میگه که همه کارهات یک به یک غلطه، اصلا تو لایق پادشاهی نیستی. حالا ممکنه شما بگید که این رستم و کیکاووس مثلا قاطی افسانه ها شدن، معلوم نیست چی باشه، ولی به هر حال یک واقعیت رو نشون میده. ببینید غیر از این من براتون بگم، خود همین قباد رو ازلش کردن پادشاهی. قباد که مزدک رو مستولی کرد به مردم، قانون های مزدکی رو آورد، ازلش کردن، انداختنش تو زندان، فرار کرد با یک کلکی، دوباره اومد شاه شد. بعد این دفعه مزدکی ها رو انداخت بیرون. بعد انوشیروان که پادشاه شد اومد گفت آها مزدکی ها همه زندگی ما رو، همه نظم و چیز ما رو به هم دادن، خراب کردن. مشورت کرد گفت این همه رو بکشیم. کشتن. همون اردشیر بابکان که سلسله 400 ساسه ساسانیه، 400 سال. حالا این بعد از اسلام چی بوده؟ سلطان محمود بعدش هیچی، نادرشاه بعدش هیچی، کریم خان بعدش هیچی، محمود غزنوی بعدش هیچی. هیچ سلسله سه نسل چهار نسل دووم نمیاره. و اونی که حاکم میشه میخواد همه چیز رو به میل خودش اقدام کنه، چون میدونه که دنباله‌ای نداره، قانونی نداره، خوب کنه بد کنه فرقی نمیکنه، چون فعلا مسلطه، هر کاری میخواد بکنه. ولی قبل از اسلام اینطوری نبود. شاه موظف بود که خوب عمل کنه، خوب عمل نمیکرد عزلش میکردن. خسرو پرویز عزل کردن، رفتن بهش به قول امروزی ها تفهیم اتهام کردن. قاضی بهش گفت تو محکومی، از شاهی عزل میشی، به علت اینکه سرداران رو ناراضی کردی و از کار دوری کردی. خسرو پرویز بسیار بد رفتار میکرد با جنرالای خودش، اونا رو مسخره میکرد. مثلا میرفت یه جنرال پیروز میشد، یه جنرال میگرفت، گفت اه چهار ماه طول کشید که اونو گرفتی، این کار دو روز بود. به جایی که مثلا تشویق کنه بگه تو اینجا دفاع کردی، اون دشمن شکست دادی، اینجوری هم میگن. حالا برگردیم به وزیرا، اینو بگم، میرزاخان امیرکبیر که کشته شد، قبل از میرزاخان امیرکبیر باز هم کشته شدن. الو، درود بر شما. آقای ناصر توکلی عزیز هستن، مدیر رادیو ایران هوستون تگزاس. اگه بخواید برنامه‌شون رو برید، بخواید رادیوشون گوش بدید، باید برید www.k که علامت همه رادیو هست. پس چون رادیو ایشون رادیو ایران هوستون تگزاسه، پس RIHT بعد .com یا co میتونید بگیرید. آقای توکلی عزیز، صداتون رو خط پخش میشه، بفرمایید. درود بر شما جناب مینویی. من زنگ زدم که چون ساعت 7 ما برنامه‌ای داریم با آقای دکتر وزیری، گفتم دوستان بعد از برنامه شما هستید. بله بله، گفتم که شماره تلفن ها رو اعلام کنم برای دوستانی که میخوان زنگ بزنن، اینا قلم و کاغذ و اینا دوستان آماده کنید، اگر میخواد زنگ بزنید حتما هم زنگ بزنید. یا آقای مینویی میخواد زنگ بزنید 281 الیاکود هست 281 835 363 281 835 363 تلفن تلویزیون ای تو هست 703-655-52-68 703-655-52-68 تلفن مردم تیوی هم هست 703-957-61-50 703-957-61-50
این نصفیه بیداری رو که من دائم دارم میگم، شما در هر کجای دنیا که باشید زنگ بزنید به آقای سیاوش لشکری، این مجله رو براتون میفرستن. پول زیادی هم لازم نیست بپردازید، شما فقط تلفن بزنید به آقای سیاوش لشکری، شاید پول پستش رو مثلا شما بخواید بدید یا ندید. در صورت زنگ بزنید شماره تلفن 858-320-2013. خیلی شماره چون در آقای اینی؟ بله بله بله. 858-320-2013 تلفن رادیو هم هست 713-458-4300 713-458-4300. من سپاسگزاری میکنم از این که شما برنامه های جالبی رو اجرا میکنید، و امیدوارم که همیشه خوب و خوش و سالم باشید. سپاسگزارم از شما آقای توکلی عزیز، مرسی. بله، من حالا که صحبت از بین من این همین بقیه حرفامو ادامه میدم، ولی این اجازه بدید بگم که فراموش نشه. این همین یک شنبه که میاد، یعنی همین آخرین هفته، جناب سرهنگ ستاد هوشنگ وزین رهبر سازمان سرباز یه برنامه گذاشتن تحت عنوان زندانیان اوین، و این برنامه در هیلتون هتل کانوگا آونیون شماره 6360 هستش، اسم شهرش از وودلند هیل. این برنامه بسیار معمولا، من جزئیات این برنامه رو در جریانش نیستم، اعلامیهش برای من نرسید، من نمیدونم، آقای سیاوش لشکری لطف کردن این اطلاعات کوچیک رو به من دادن، و برحال امیدوارم که برنامه که آقای سرنگ کوچنگ وزنی میزنن برنامه همیشه آبرومند، مجلل، سخنرانان بسیار خوب و پذیرایی بسیار خوب، و امیدوارم که این یک شنبه یادتون باشه در هتل هیلتون، اسمشو اشتباه نگم، کانوگا آونیو وودلند هیل، اسم شهرش وودلند هیلز، اونجا تشریف داشته باشید، ببرید و از اون برنامه خوب استفاده کنید. من یه چیز دیگرم خدمتتون بگم، من چهارشنبه که میاد پس فردا، من یک جریمه رانندگی کورت دیگه باید برم دادگاه. میدونی اینجا که نری دادگاه دست من میزنن، شوخی که ندارن. بعد اینجا باید برم، حالا که من باید چهارشنبه بعد از ظهر برم، نمیدونم که به موقع میرسم برای برنامه خدمتتون باشم یا نمیرسم. من با جناب امید امیدوار مطرح کردم، یه مقدار صحبت کردیم، ایشون گفتن که تو برو به کورت، من یه برنامه تکراری میذارم، هر موقع که رسیدی اگر وقت مناسب بود میای اون برنامه رو تکراری رو بر میداریم، برنامه زنده رو ادامه میدیم. اگرم که کورت خیلی طول کشید، خب خیلی طول کشید که برنامه تکراری رو میذاریم. برحال اینو خواستم بگم که در جریانش باشید، که به اصطلاح تعجبی نکنید از اینکه برنامه چرا به اصطلاح تکراری هستش. ببینید، سه تا وزیر در زمان قاجاریه کشته شدن که من حالا میگم درباره هستشون، سه تا وزیر بسیار بزرگ و عالی مقام. ولی قبل از اونو بگم، با آقای امید و امیدوار صحبت میکردم از باره این برنامه ایتو، درآمد و دخل و خرج، و بسیار من متاسف شدم، بسیار متاسف شدم. من فکر میکنم اقلا 3-4 نفر هستن که هر کدوم هایی $1,000 میدن اونجا. ایشون گفتن از همچی جیدی نیست، هر دو سمایی $300 بدن. ببینید آخه این ما چجور انسان هایی هستیم، این فرهنگ شیعه و فرهنگ اسلام ها، فرهنگ زردشتی نیست، فلسفه دین زردوش نیست. من نمیگم، من تبلیغ دین زردوش نمی کنم، دین زردوش هم از جانب خدا نیست، نه بهشتی وجود داره نه جهنمی وجود داره،
ولی یه فلسفه دارشتین زردوش که امیدوارم که برسم ادامه بدم به اونجا برسم، اون فلسفه باعث میشد که یه بحث، یک اصول، مثلا فرض کنید در اسلام میگه اصول دین مثلا توحید است، نبوت است، اونجا میگه یکی از اصول آیین دهشمندیه، یعنی بخشایش داشته باشی به مردم. ما از نور به ظلمت رسیدیم، ما از سفیدی به سیاهی رسیدیم، ما از اوج به پایین افتادیم. آقای امید امیدوار باید بره کار کنه، من و چند نفر دیگم هر کدوم چندر قاس، ببینید میگم چندر قاس بفرستین، ایشون از جیبش بذاره این برنامه رو بذاره. این با اون دهشمندی که ما در طی 1200 سال قبل از اسلام، در طی 1200 سال فقط 3 سلسله داشتیم: هخامنشی، اشکانی، ساسانی. بعد از اسلام نمیدونم 50 سلسله داریم. گاهی همزمان صفاریان اینجان، طاهریان اونجان، مثلا فرض کنیم که اون گروه دیگر هم اونجا هستن. من بلد نیستم که چی بگم که شما واقعا چشتون باز بشه و تشخیص بدید که باید کمک کنید به ایتون. حرفای خودم میزنم، امیدوارم که مؤثر باشه. به هر حال گفتم که آقای میرسای خان امیرکبیر با همین حرفایی که زد از نخست وزیری از وزارت عزل شد و رفت به کاشان. خواهر آقای ناصرالدین شاه زن میرسای خان بود، یعنی میرسای امیرکبیر شوهر خواهر آقای ناصرالدین شاه بود. خانم امیرکبیر بهش گفت من هیچ وقت تو جدا نمیشم، بلکه هیچ کس در حضور من نمیان تو رو بکشن، ما همیشه باید با هم باشیم، همیشه هیچ وقت جدا نشیم، چون من میترسم تو من دور بشی یا به شکلی بکشنی. بعد از طرف ناصرالدین شاه میان به آقای میرسای خان میگن که شاه برات خلعت آورده، میخوایم خلعت رو به تنت کنیم، برات گردونیم به تهران. میگه باشه خلعت رو بری تنم کن. میگه نه، باید بری هموم تمیز بشی، این خلعت باید اونجوری باشه. خب این آقای امیرکبیر یه ذره مرد خیلی خیرخواه بود، ایران خیلی دوست داشت، جانش بدای فدای ایران بود، ولی اونچنان سیاست مدار نبود دیگه. همون که نامه رو نوشت به ناصرالدین شاه که عمتون از شما خواهش کرده فلان کارو کردین، من اونو عرض کردم دیگه به خواهش عمتون گوش ندید، خب این حرف خیلی بدیه، نباید اینو مینوشت. بعد اینجا میریم همون خلعت بدیم، یعنی چی؟ همه خلعت اینجا بذارید دیگه، میخواید خلعت اینجا بدید، میخواید برید بیرون، من همینجا آب داغ میکنم، میشورم خودم رو تمیز میکنم. از زنش جدا شد، رفت تو همون، اونجا گفتن شاه دستور داده بکشیمه، گفت پر رگ هم بزنیم، رگ دستشو دادن تا مردش اونجا. حالا قبل از اون آقای میدونید که وقتی آقا محمد خان کشته شد، پسر برادرش بهش میگفتن خان بابا، به نام فتلی شاه قاجار اومد پادشاه شد. این یک آقای بود قائم مقام، بهش میگفتن قائم مقام بزرگ، بعدن اسمش شد قائم مقام بزرگ، چون بعدن دو تا قائم مقام شد. این میزا ایسا قائم مقام بود، اسمش بود میزا ایسا قائم مقام. این وزیر عباس میرزا بود، پسر فتلی شاه، و بعد که عباس میرزا قبل از اینکه به پادشاهی برسه مرد، این به اصطلاح ولایت عهدی به پسر عباس میرزا رسید، چون قرار بود که ولایت عهدی در خانواده عباس میرزا بمونه. پسر عباس میرزا محمد شاه بود و این میرزا عیسی قائم مقام کمک کرد که محمد شاه پادشاه شد. بعد از فتلی شاه پادشاه شد، وقتی پادشاه شد بعد یه مدتی همه درست شد دیگه، همه مدعیان ها برنفتن، همه چی درست مرتب شد، آقای محمد شاه دستور داد وزیر رو کشتن. بعد یه وزیر دیگه ای گرفت،
به نام میرزا ابوالقاسم قائم‌مقام. اون وزیرم بود، چند سالی وزیر بود، اون وزیرم کشتن. بعد آقای میرزایی خان امیرکبیر، این وزیرم کشتن. ببینیم حالا این همه این حرفا رو که من زدم آیین زردشت فلسفه‌اش چیه؟ فلسفه دینی چیه؟ اون فلسفه، ببینید فلسفه دینای ابراهیمی اینه که خدا یه مجسمه درست کرد به اندازه آدم، اگل بدبو، حالا نمیدونم چرا گلش باید بدبو باشه. بعد وقتی این درست شد تو دماغش فوت کرد، این راه افتاد. بعد که راه افتاد دنده چپشو یه تیکش کند انداخت زمین، این حوا شد. وقتی آدم و حوا هر دوشون زنده شدن، یه دونه سیب خوشگل و خوشبورم گذاشت اونجا، گفت نخورید. یه دونه شیطانم گذاشت که اینا رو وسوسه کنه که اینو بخورن. خب این هر چیزش غیر منطقیه، هیچ چیز منطقی تو این فلسفه نیست. حالا این در زردشت چی میگه؟ در زردشت میگه که اهورامزدا به مشیا و مشیانه، یعنی یک مرد و یک زن، گفت من شما رو از زندگی گیاهی به زندگی انسانی تبدیل کردم. ببینید گیاه به انسان تبدیل نمیشه، ولی حیات داره، حیاتش یه جوری دیگه میشه، گل نیست که دفعه را بیفته. میگه از زندگی گیاهی به زندگی انسانی تبدیلتون کردم، زمین رو به دست شما سپردم، شما بر اساس خردتون زمین رو اداره کنید. سیب بزنم بگم نخورید، باغ بزنم و جوی شیر بزنم و جوی عسل بزنم و نمیدونم لخت باشید و کونتون هوا کنید از اونجا عسل بخورید و آب بخورید و این حرفا نیست. میگه من گفتم شما بر اساس خردتون زمین رو اداره کنید. من اهورامزدا میگه به مشیا مشیانه، من در حال جنگم با اهریمن، شما کارای خوب بکنید به من کمک کردید، پس یار یاور من باشید، کار خوب بکنید تا من به اهریمن پیروز بشم. کار خوب چیه؟ کار خوب آبادانیه، کار خوب داده، کار خوب شادزیستنه. ببینید شادزیستن چالشیه، میگه همش بزن تو کلم اونجا میگه شادزیستنی که پایه های مثلا میگیم ما اصول دین فروع دین، این اصول دینش یکی شادزیستیه، یکیش آبادانیه، یکی داده، یکی دهشمندیه. اینا اصول دینن، چون باید اینا رو رعایت کنی. به من کمک کنید تا من به نیروهای بد پیروز بشم. یعنی در دین زردشت، فلسفه دین زردشت، از همون لحظه ای که اون دوتا موجود زن و مرد به دنیا میان، از همون لحظه بهشون مسئولیت میده. میگه شما، بعدم بهشونم راهنمایی میکنه، میگه بر اساس نیروی خردتون شما زمین رو اداره کنید و سعی کنید کار خوب بکنید، به من کمک کنید، من در جنگم، شما سرباز من بشید بجنگید با اهریمن. یه جایی میگه اون دستهایی که بذر میافشانن، این دستها قابل احترام و ستایشن. کدوم دین دیگری گفته دست هایی که بعض می افشانن قابل ستایشن؟ کدوم دین گفته آبادانی؟ کدوم دین گفته اصلا شادزیستی کنی؟ اجازه بدید من بیداری رو این مقداری براتون بخونم، اون دفعه نرسیدیم. این دفعه بله، یه مقاله هم من قبله کدام طرف است. من معمولا مقاله خودم رو این همفقا یه اشاره میکنم رد میشم. داستان اینطوریست که البته در تنظیم این آقای سیاوش لشکری راهنمایی کردن و خودشون هم کمک کردن. یک خانومی میره یه جای مهمونی، خانم محسنی اونجا، میگه که از صاحب خونه میپرسه که قبله کدوم بره.
صاحبخونه میگه تو براش عادت نکرده بوده بپرسن ازش قبله کجاست، یه داره گیج میشه. میگه که منظورتون کعبه مکه است؟ خانه میگه آره همون جا رو میگم. آقای میره یه کره زمین میاره، یه کره که نقشه کره زمینه، میگه ببین ما اینجاییم، این مکه اینجاست. خانم مسلمه میگه خب باشه من قبلتونو میپرسم کدوم بره؟ میگه خب قبله باید رو به مکه باشه دیگه، شما هر طرف وایسید این کره است، اینجا شمایی، اینجا مکه است، شما اینوری وایسید، اینوری وایسید، اینوری وایسید، اینوری وایسید، هیچ طرف رو به مکه نیستی. به اون توضیح میدیم که این ور وایسید اقیانوس اطلسه، اون طرف وایسید اقیانوس کبیره، اون طرف وایسید رو به کانادا وایسیدی، اون طرف وایسید رو به مکزیک وایسیدی، هیچ طرف رو به خانه خدا نیستی. خانم میگه من رو به خانه خدا بخوام باشم چیکار کنم؟ آقا میگه که همون کلتی که رو مهر همونطور سنبادت به حواس همونطوری بمون، همونطور رو به قبله، چون وقتی کره زمین اینطوری تو اینجا کلت بذاری به زمین اینجوری نگاه کنی اینجا رو به مکه دیگه اینجا هستی. خب اینم که این دیگه حالا دیگه اجازونید. خب یه تیکه دیگه از این مرتون بخونم. بله اینو خونده بودم، اینو خونده بودم. یورش اسلام به غرب. بله اینم خوندم براتون که یارو میگه که از همسایش که همسایش به اصطلاح متولی مسجد بوده میپرسه چطور شد امسال اینقدر تاثیر عاشورا تاسوعا اینا خیلی مفصل شد، خیلی پر جمعیت بود. اون طرف میگه که ما یاد گرفتیم امسال از مجاهده یاد گرفتیم، ماشین میبریم از شهرهای مختلف همه رو مسلمان غیر مسلمان پول بدیم جمع میکنیم اینجا که عده زیاد معلوم بشه. بله حالا نوشته برای اندیشیدن آقای سیاوش لشکری. از خدا نترسید، از پیروان خدا بترسید. واقعا از داعش بترسید دیگه، خدا که کار نداره به شما، از داعش بترسید. پیش از انقلاب بله این هم که خوندن که پیش از انقلاب میگفتیم چرا شاه مسلمان نیست، حالا میگیم چرا شاه مسلمان بود. خب اینجا نمیشه شده آیا ظهور امام زمان نزدیک است؟ هم اکنون زندان ها پر است از جوان های رقاص. یک وقتی جوان ها به جرم حمل اسلحه تشکیل می شدند، امروز همه به جرم رقاصی، به جرم لباس های هرزه، شلوار های پاچه تنگ و موهای پارافین زده. آنچه شرایط را بحرانی ساخته و خروج امام عجل الله فرجه را از غیب ضروری نموده است، آن است که اخلاق انحرافی مردم را منقلب دو دوزباز و فریبکار به بار آورده است. اخلاق انحرافی به گونه‌ای در آنها رخنه نموده است که برای منافع مادی آمادند که دست به هر کاری آلوده نمایند، از دولت می‌دزدند، از یکدیگر می‌دزدند. به هر حال نویسنده میگه که الان وقت ظهور امام زمانه. این مقاله رو آقای
فریبرز نجومی نوشتن. یه مقاله است از سایت آتئیست‌های آمریکایی. آتئیست‌های آمریکایی اونه که خدا رو قبول ندارن. البته ببینید من اینجا یه توضیح بدم. اگر ما خدا رو یه نیرویی بدونیم که کائنات رو خلق کرده، خب همه اونو قبول دارن. حالا یا بینگ بنگ بوده یا طبیعت بوده یا به قول آمریکایی مادر نیچر بوده یا هر چی بوده. اما این که بگیم خدا اومد گفتش که دلا بشید، راست بشید، کج بشید، روزه بگیرید، تا این ساعت تا این ساعت میخواهید وضو بگیرید، دستتون رو از این وری آب بدید، اگر از این وری بدید وضوتون باطله، اینا این خدا ساخته پیغمبرانه، واقعی نیست. در آغاز سال 2014 میلادی کشیش سابق آقای رایان بل در صدد درآمد تا در سال جدید تصمیمی را که مدت‌ها به فکرش بود به اجرا درآورد. او تصمیم گرفت یک سال تمام را بدون ایمان به خدا زندگی کند. این کار او نمایانگر از دست دادن ایمان کشیش به مذهب بود. پس از یک سال آقای بل در رادیوی سراسری آمریکا به نام NPR National Public Radio مصاحبه‌ای داشت که گفت من به هر چه مطلب درباره وجود خدا میتوانستم رجوع کردم و باید اقرار کنم که مطلبی که مرا قانع کند پیدا نکردم. من فکر نمی کنم خدایی که مذهب را ارائه می کند وجود داشته باشد. امروز آقای بل در شغل جدیدی در یک سازمان عامل منفعه کمک رسانی به بی خانمان ها مشغول به کار شده است. او می گوید به درستی که با از دست دادن مذهب من هیچ تغییری نکردم. من هنوز ذاتاً همون آدمی هستم که بودم. من به عدالت و تساوی حقوق اهمیت میدم. هنوز احساس میکنم که خدا نشناسی یک وصله ناجور در اجتماع به حساب میآید. هنوز احساس میکنم که خدا نشناسی یک وصله ناجور در اجتماع به حساب می آید و هنوز در میان دوستان قبلی مسیحی هم احساس ناراحتی می کنم. او می گوید یکی از بزرگترین درس هایی که در طی سالیان دراز آموختم این است که پیش از این می خواستم ارتباط نزدیکتری با خدا داشته باشم، ولی امروز فقط می خواهم رابطه نزدیکتری با واقعیت داشته باشم. این از این. ببینید این طرف کشیش یه چیز خوبی تو حرفاش می دهد. میگه من هر چی فکر کردم که یه دلیلی که من قانع کنی که خدا وجود داره پیدا نکردم. ببینید یه سری آدم ها میگن شما یک قالیچه رو نگاه میکنید، یک نقش و نگاری داری، یک چیزی داری، یک ریشه ای داری، یک فلانی داری، خب پی میبرید که یه سازنده ای داره دیگه. پس اینجا هم سازنده خداست. خب سوال اینه و خدا رو کی ساخت؟ خدا رو مثلا نیروی الکتریسیته ساخت. خب نیروی الکتریسیته رو کی ساخت؟ ببینید این سوالات هیچ وقت بدون با جواب نهایی نیست. شما بگید آ رو ب ساخت، ب به وسیله سی ساخته شد، سی به وسیله دی ساخته شد، آخرش چی؟ بالاخره کی اولین بار بود؟ این که ما بگیم این در زیبا رو که میبینیم یه نجاری ساخته، خب میگیم اون نجاره رو کی ساخته؟ خب شما یه ربات درست میکنید، یه ربات. مثلا من فرض کنید که ما در سوئد بودیم، رفتیم این کارخونه ولوو رو نگاه میکردیم، این یک بخشی کارا رو ربات ها انجام میدادن. اون بخشی که سنگین بود انسان ها ممکن بود دشوار بشن. این ماشینا که می اومدن روی به اصطلاح چهارچرخی می اومدن، باید هر کدوم که می رسیدن یه موتور به روی ماشین بذاره. این موتور اونجا آماده بود، رباته که مثل جرد ثقیل بود، مثل این لیفت راکا بود، میرفت یه دونه از اینا رو برمی داشت، می اومد نگاه میکرد، میدید که کدوم از اینایی که ماشینای کمدن خالیه، میرفت اونجا اون جای معین نمیذاش، می اومد یکی دیگه برمی داشت. همش میدید که اینا اینطوریه. اون وقت ماشینایی که موتور می اومد روش، میرفت رو نقاله که بقیه قسمتاشو بذارن. خب حالا این رباته که
تو کارخونه ولوو کار میکنه، اون موتور رو بیاره بذاره زمین، برای یه موتور دیگه هم بذاره رو کله موتوره، دوباره یه موتور دیگه هم بیاره بذاره رو کله. صاحب اون کارخونه چیکار میکنه؟ فکر میکنه این رباته بد طراحی شده، این رباته غلطه، این رباته رو میبره بیرون میده به مهندسین سازنده میگه این سیم پیچاش اینا برنامه‌شو همه رو واکنید، دوباره تجدید نظر کنید، دوباره درست کنید، این دفعه بفرستید امتحان کنید ببینید خوب کار میکنه، بعد بفرستید اینجا. خب پس این خدا ما رو چجوری ساخته که ما اگه اشکال بکنیم ما رو میخواد بسوزونه، عقرب بندازه ما؟ آخه عقرب هم که میسوزه که به هوایی که ما رو آزار کنه، ما رو عقرب هم میسوزونه. آخه وقتی که ما رو گذاشتی توی کوره ای اونجا زغال آتیش همینطور ما داریم میسوزیم، آخه کدوم ما رو عقرب عاقلی میاد ما رو نیش بزنه اون تو؟ حالا ما سوختیم میمیریم دیگه، تموم شد دیگه، نه دوباره زنده میکنه، دوباره پوست میذاره، دوباره میسوزونه تو. من یه فامیلی داشتم میگفتش که ما بچه بودیم معلمون اومد سر کلاس که بگه خدا، ثابت کنه خدا هست، هی هر دلیلی آوردید تو چشمای ما قانع نشدیم، ما همینطور باز نگاه میکنیم، حیران نگاه میکنیم که این که خب نشد که درست نیست، آخر سر عصبانی شد گفت بهترین دلیلی که خدا هست اینی که خودش تو قرآن گفته من هستم. یعنی چقدر دلیل ساده است. خب اونی که خدا رو قبول نداره، خب محمد هم قبول نداره، قرآن هم قبول نداره دیگه. بله آقای دکتر محمدعلی میراسا انتقادی میکنن به مثنوی مولوی و یه تیکه من حالا براتون میخونم چون جنبه تاریخی داره. نوشته که آن ناحیه که عیسی و یهودیان در آن میزیستند در آن زمان در اختیار رومیان بود و هیچ یهودی پادشاهی نمیکرد. عیسی را رومیان به صلیب کشیده و کشتند. بعد از آن نیز دیگر هیچ پادشاه از میان یهودیان برنخواست و حتی یهودیان ساکن آن مکان توسط بخت و نصر آواره و دربدر شدند. پس از این داستان به کل دروغ، پس این داستان به کل دروغ است. حالا داستان ببینیم چی بوده. بله در اینجا اون مولوی تو اونجا نوشته که پادشاهی بود اونجا، بت پرست بود، آتش روشن میکرد اینا، ایشون میگه که هم چیزی نیست. به کل دروغ است و با کمال بی اطلاعی مولانا را از تاریخ نشان میدهد. میگوید آن جهود سگ ببین چه رای کرد، پهلوی آتش بوتی بر پای کرد. مولوی میگه که آن جهود سگ ببین چه رای کرد، پهلوی آتش بوتی بر پای کرد. خب این آقای مولوی بگه اون جهود سگ، خب خیلی بعیده از اون مولوی. یعنی مولوی حتما مست بوده این چه رو گفته. نباید آدم باید پیروان همه دین ها احترام بذاره. هیچ آمپری نداره که ببینیم اسلام درست داره بیش، یهود درست داره بیش، این آمپر که نداره که ما میگیم ما بهتریم اونا میگن ما بهتریم، چون هیچ کدوم نمیدونیم کدوم بهتره، بس با هم احترام بذاریم. این کمال تعصب و خشک اندیشی این ملای رومی را نشان میدهد. آوردن واژه جهود سگ بسیار کار ناانسانی و دور از شرافت آدمی است و کاملا نشان میدهد که ملای رومی مردم را بر حسب دینشان به خوبت تقسیم کرده است. مولانا در کتاب مثنویش قهرمان دروغویی است. چند دروغ به هم بافته است که من متعجبم چگونه این مردم درک این نقیصه را نکردن. اینم از آقای دکتر محمدعلی میراسا در باره مولوی.
به تجربه دیدیم تعصب سیاسی از تعصب مذهبی شدیدتر است. انسان ها می توانند دست از تعصب مذهبی خود بردارند، اما رسیدن به آزادگی در تعصب سیاسی تقریبا ناشدنی است. حالا این مثالی براتون بزنم. میگن که دو تا دوست بودن، دو تا آدم لوتی بودن، با هم دوست بودن، سالها با هم دوست بودن. یکی از اینا تریاک میکشید، اون یکی نمیکشید. اونی که نمیکشید به اینی که تریاک میکشید گفت این چه کاری میکنه، میری و پولتو میگیری وقتی میگه فس 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 فس، ولش کن. آره گفت باشه ولش کن، ترک کن. همون لحظه با همین حرف ترک کن. دو سه سال گذشت، یه روز دوتایی توی یه باقی نشسته بودن صفا میکردن، یه دفعه اونی که قبلا تریاکی بود، حالا دو سه سال بود تریاک نکشیده بود، به اون دوستش گفت این درخت آلبالو رو میبینی این گواره؟ گفت چوب این درخت برای ساختن بافور معرکه است. یه روز زد تو سرش، گفت تو هنوز تریاکی؟ میدونی؟ برای که بعد دو سه سال هنوز یادته که این چوب برای بافور خوبه، پس تو هنوز تو فکر اون تریاک هستی. و واقعا هم خب همینطور هم از آقای داریوش اقبالی، خواننده مشهور و انسان وارسته که بنیاد آینه رو درست کرده و معتادی رو در به اصطلاح ترک اعتیاد کمک و یاری میکنه، در بارها تو صحبتاش من شنیدم میگه که یک کسی ترک کرده ولی هنو معتاده، چون هنو به یاد اونه، به عشق اونه، ولی زا این هنو معتاده و این خطر این که دوباره برگرده هست. و مشکله که این علاقه و عشقی که اون بوده این رو کشته بشه. خب مثلا من خب سالها پیش سیگار میکشیدم، البته سیگاری اولین سیگار رو ساعت یک بعد از صبح بعد نهار رو اینا میکشیدم، اونچنان نبود، اونم فوت میکردم دود میکردم هوا، تو ریه هام رو نمیدادم بره، ولی خب هر حال سر خودم رو کلا میذاشتیم دیگه، سیگار میکشیدم، هرچی بود بود دیگه. رفتیم یه جا به یه دلیل، خانم هم مریض شد، دکتر گفت سیگار بکشی اینجوری، من گفتم من دیگه نمیکشم، اونم مجبور شد بعد یه هفته دو هفته نکشه چون دید من به خاطر اون ترک کردم. خب من برای که سیگار رو ترک کنم تو ذهنم گفتم ببین این مثل عقربه، من عقرب رو دستم را میره میخواد من نیش بزنه، من این نمیزنمش کنار، خب من نیش میزنه دیگه، این مثل سم تو غذا میمونه، من این غذا رو میخوام بخورم، میدونم توش سمه ولی میخوام بخورمش، پس من خیلی باید بی اراده بشم غذایی که توش میدونم سمه میخورم، میدونم عقربه میرو دستم میذارم را برم، میدونم آتیش دستم رو میذارم رو زیرش، پس خیلی من باید اینقدر اینطوری به خودم تلقین کردم که به خودم گفتم این چیز بدیه، یعنی این چیز نفرت انگیزیه. با این تلقینات اصلا دیگه متنفرم از سیگار، اصلا یادش که نمی کنم هیچی، متفکرم. البته خب در 20 سال گذشته از اون جریان، مال دیروز هم نیستش دیگه، ولی منظورم که به این شکل کار کرده من. حالا آدمایی که سیاسی هن بسیار مشکل اون پاک کردن اون قضیه، به نظر من دینی و سیاسی یکی، اونایی که گرایش به مسکو دارن همون خب مشکل خودشون اون گرایش ها رو از ذهنشون پاک کنن، تا اونایی که گرایش به مکه دارن همونقدر برای اینا مشکله که اون گرایش ها رو پاک کنن. من ده دفعه به خانومم موقعی که پا میشه کمک میکنم میگه یا علی، گذاشتم گفتم ببین از من اگه علی کمک میکنه بگو به اون بیاد، من هیچ بحثی ندارم، اما اگه ده دفعه گفتی اون نیومد من کمکت میکنم. دوباره دیروز رفتیم یه جور رستوران تفلکی، این چیزی که ماشینا وای میستن جلوش یه قطعه جدول مانند میمونه اونو ندید، پاش گیر کرد خورد روی بجور افتاد، سخت بود پاشه، من مجبور بودم دوتا دستشو بگیرم بلندش کنم. همینطوری که باز بودم گفت یا ابوالفضل، یه همچیزی آره حضرت عباس میگفت، حالا لقبش چی میگفت؟ و یا ابوالفضل، باز دوباره آهسته گفتم ببین ابوالفضل اگه بلند میکنه بگو، سه چهار دفعه بگو. پس گفت نه بلند نمیکنه، تو دستم بگی. یعنی این میدونه که اون حرفی که میزنه عمل نمیکنه، ولی اون پاک نمیشه از ذهنش.
از ذهن منم پاک نمیشه. میگم خداحافظ. البته دوستان میگم بگو بدرود. حالا درود میشه گفت. درود. درود بر شما. من هر جا میگم درود بر شما. ولی بدرود اون احساس خداحافظی رو نمیده. مثلا خداحافظی که میکنیم من به خانم مثلا میخوام برم میگم خداحافظ. شوخی میکنم. اصلا نمیدونم چرا ما رو زور میکنن که اینو عوض کنیم. به هر حال به جای اونم میشه گفت پاینده باشی، شاد باشی، برقرار باشی. برقرار هم که بازن عربیه. شاد باشی، پاینده باشی. به هر حال اینا رو میشه گفت. حالا بریم برگردیم به بیداری. نامه ها، پیام ها و ایمیل های وارده. از گذشت آیین اسلام 1400 آیین مسیحیت 2000 و یهودیت 3000 سال می گذرد، در حالی که از گذشت عمر انسان هوشمند 35000 سال می گذرد. پرسش این است انسان های پیش از آمدن ادیان به بهشت می روند یا به جهنم؟ ساسان بینام پاسخ: به نظر ما تنها سه تن به جهنم می روند، بقیه بهشتی هستند. آن سه تن در زندگی همه مردم جهان را به جنگ و جدال و اختلاف و کشتار کشانیدند. موسی، عیسی و محمد می باشند. گناه دروغگویی این سه تن آنقدر بزرگ و زیاد است که جز جهنم سزای آنها نیست، اگر جهنمی باشد. من از هر کسی که میپرسم بیداری را خوانده ای یا میگوید آری و یا میگوید نامش را شنیدم. بیداری اثرات شگرفی در تغییر اندیشه ایرانی ها داشته است که انکار ناپذیر است. پیشنهاد میکنم چند تن از هممیهنان که توانایی دارند دست به تأسیس بنیاد غیر انتفاعی بیداری بزنند تا این مدرسه روشنگری با از بین رفتن سردبیر و مسئولینش بسته نشود و کارش ادامه یابد. راه روشنگری پایان ندارد، همیشه باید باشد. دکتر میم صفت. خداوند رحمان و رحیم. خداوند رحمان و رحیم است و در کتابش 365 بار واژه قتل و شکنجه و تنبیه و بریدن اینجا و آنجای بدن آمده است. وای که اگر به جای الرحمن الرحیم الجلاد العظیم بود. از روی تخت بیمارستان صفا تسلیمی. اگر ما میگوییم زمانی که پارسا تمدن داشتند اعراب دختران خود را زنده به گور میکنند، 100 سال دیگر اعراب خواهند گفت زمانی که ما میزبان جام جهانی بودیم ایرانی ها دخترانشان را به استاد یوم‌های ورزشی ران ببخشید. ما وقتی من این دیگه آخرش داره میخونم. 100 سال دیگر اعراب خواهند گفت زمانی که ما میزبان جام جهانی بودیم ایرانی ها دخترانشان را به استادیوم‌های ورزشی ران نمیدادند. دکتر یوسف عبازری. کشتار عرب ها از روز حمله به ایران تا به امروز خیلی بیشتر از کشتار هیتلر از یهودی ها بودند. چرا ایرانی ها به عنوان نسل کشی خواهان پژوهش خواهی از عرب ها نیستند؟ شاهین حسینی. سوگند به ایران که برای من ارزش خاک پای پاک بابک خرمدین بیشتر از تمام کشته شدگان کربلاست. سالار شهیدان من بابک خرمدین است. بابک پرسا. آیا می شود راجع به زندگی زندانی شدن دو شاعر جوان خانم اختصاری و آقای موسوی مطلب می‌نویسید که به نوعی از آنها حمایت باشد؟ صالح جیم. حالا اینجا گویا بیداری جواب داده. خانم فاطمه اختصاری و آقای مهدی موسوی دو شاعر جوان و صاحب نام در نوع غزل پست مدرن می‌باشند که به جرم توهین به مقدسات، تبلیغ علیه نظام و روبوسی دستگیر و هر کدام محکوم به حدود 10 سال زندان با 99 ضربه شلاق شدند. اتهاماتی که امیر رئیسیان وکیل مدافع این دو شاعر آنها را کاملا بی اساس خوانده است.
ما هم مانند سایر سازمان‌های حقوق بشری با احکام صادره برای این دو جوان ایرانی انتقاد و اعتراض داریم. امید است هرچه زودتر آنها از زندان آزاد شوند. خب دیگه بقیهش میدونیم. بعد اجازه بدید که من چند تا مطلب براتون تهیه کرده بودم از میراث ایرانیان و از پردیس و از روزنامه ایرانیان. حالا اینو میخونم براتون. یک نامه ای نوشته شده، یه نفر نوشته، یه نفر دیگه جواب داده. اینی که جواب داده آقای دکتر گیلک که دوست ماست، در هوستون تگزاس، در همین شهری که ما زندگی میکنیم زندگی میکنه. نوشته که در شماره پاییز 1394 آن فصلنامه نوشتاری به خامه جناب آقای دکتر رضاییان، تو پرانتز نوشته رضاییان با ذات، اونجا با ز، خطاب به سردبیر محترم جلب توجه مرا نمود. عنوان نامه عبارت بود: محمد مصدق قهرمان ملی ما ایرانیان نیست. به نظر من قهرمان ملی ما ایرانی ها رضا شاه. مصدق همین بله، حالا میگه که من این نامه رو نوشتم. حالا در یک قسمتی از این نامه، حالا این نوشته که بعد اینجا نوشته که نه، نوشته که نوشتن نویسنده نامش بدون اطلاع بوده، تاریخ نوشته، قبول نبا. حالا خود آقای دکتر گیلک که من خیلی احترامشون دارم نوشتن که شما می نویسید که مصدق با برگزاری یک همه پرسی عوام فریبانه دو مجلس شورا و سنا را تعطیل کرد. شما توهینی به مردم ایران می کنید بدون اینکه خود بدین امر واقف باشید. فقط گروهی اندکی از نمایندگان مجلس بودند که توسط آن مردم عوام ولی واقعی کشور انتخاب شده بودند، در صورتی که بیشتر نمایندگان مجلس به دستور اربابان از صندوق سر برآورده بودن. ببینید آقای دکتر ایلک به اون دکتر رضایی ها میگه که آدم سطحی و بی توجه و بی مطالعه می نویسه. حالا آقای دکتر خود آقای دکتر گیلک آقای با مطالعه می نویسه. آقای دکتر ایلک قربونتون برم، اون مجلسی که آقای مصدق عزل کرد، اون مجلس نمایندگانش در زمان خود آقای دکتر مصدق، در زمانی که وزیر کشور خود آقای دکتر مصدق اون انتخابات رو کنترل میکرد، اون نمایندگان انتخاب شدن. توجه میکنید چی میگم آقای دکتر ایلک؟ من میگم اون نمایندگانی که شما میگید به دستور اربابا اومدن بیرون، منظورتون از اربابا کیه؟ اون اگه منظورتون اربابا زمین، اربابای زمین داره، خب در تمام تا قبل از اصلاحات ارضی همیشه نمایندگان به دستور اربابا بود. اما اگه میگید که کسان دیگه ای بودن، خب اون کسان دیگه این وزیر کشور خود مصدق بود، این خود دوران مصدق بود که اون انتخابات برگزار شد. ولی اگر گفته شما رو اینجوری ببینیم که به دستور زمیندارها اومده بودن بیرون، بله درسته، همیشه به دستور زمینداران. پس آقای دکتر مصدق کوشش عبثی میکرد، چون همیشه در اقلیته، چون همیشه تا قبل از اصلاحات ارضی همیشه نمایندگان به دستور زمیندارا انتخاب میشدن. زمینداران به طور سنتی طرفدار شاه بودن. پس آقای دکتر مصدق همیشه در اقلیت بود. به هر حال اون رفراندوم آقای مجلس گیلک، آقای مصدق که مجلس رو منحل کرد دلیلای دیگه ای داشت. دلیلش بود تو مجلس آقای مکی میخواست بیاد آقای مصدق رو استیزا کنه. آقای دکتر گیلک، آقای دکتر مصدق دیوان عالی کشور یا یکی از این دیوانایی که هستش که قضات نشسته داره، یعنی قضاتی داره که نخست وزیر و وزیر دادگستری نمیتونن اینا رو جابجا کنن. اونا قاضی هایی هستن که در امریکا مثلا که رئیس جمهور نمیتونه اونا رو عوض کنه. اون قاضی ها رو آقای مصدق اصلا منحل کرد. آقای مصدق بدون اجازه مجلس اسکناس چاپ کرد، چند تا کار غیر قانونی کرد. آقای حسین مکی که آقای مصدق از اول کارش میگفت این سرباز و تا وفادار میهنه، سرباز فداکار میهنه، حسین مکی رو گفت سرباز فداکار. آقای دکتر مصدق دید در مقابل همه مردم ایران و جانیان اون سرباز فداکار میخواد استیزا کنه آقای مصدق رو.
مجبور شد با عجله بدون غیر قانونی دیگه، بلکه رفراندوم در قانون اساسی ایران پیش بینی نشده بود. اگه میخواست اول باید آقای مصدق یک دونه میرفت تو مجلس یه ماده یه چیزی میذاشت، گفت رفراندوم این با قانون اساسی یه چیزی اضافه کنیم که رفراندوم میشه کرد. برحال من نمیدونم چجوری. آقای دکتر مصدق انسان شریفی بود، انسان درستی بود، اصلا از پولش میگذشت، از حقوقش میگذشت. حتی توی مثلا احمد آباد که حبس خانگی بود، جایی که میرفت مثلا دو تا سرباز باهاش میرفتن، مثلا میرفت تو مغازه که چای میوردن، میگفت اول برای اون دو تا سرباز ببری که محافظ منن. اینقدر آدم انسانی بود. ولی خب این آخر سر اشتباه کرد دیگه. ببینید حتی الان من دیدم که توی آقای بیژن خلیلی توی شرکت کتاب هم یه چیز نوشتن که خانم اشرف بر گودتای امریکایی تسلط کرد که مصدق رو عزل کرد. آقای بیژن خلیلی قربون شکل ماهد برم، آقای مصدق مجلس رو عزل کرد. وقتی مجلس عزل کرد طبق قانون اساسی، مجلس وقتی عزل شد در قیام مجلس شاه هست که حق عزل و نصب نخست وزیر و وزیران را دارد. تازه این تو متمم سال 28 هم اومده بود، منتها شاهی فقط اون استفاده نمی کرد. ولی در کل سالهای مشروطیت آقای دکتر صدیقی رفعلی مصدق گفت در 15 سال اول مشروطیت، در 15 سال حالا اول آخرش نه، در 15 سال از مشروطیت مجلس نبوده، در طول 15 سال مجلس نبوده. در طول این 15 سال شاه‌های گذشته مثلا 20 بار نخست وزیر را عزل و نصب کردن، همه قانونی بوده. شما چرا نگفتید یه دفعه مجلس نبود؟ خود آقای مصدق رفت توی کاخ شاه، رفت دربار، متحسن شد که آقای شاه این نخست وزیر را عزل کنی، چون مجلس نبود. آقای مصدق تو که رفتی تو دربار متحسن شدی که این نخست وزیر را عزل کنی، حالا خودت چه ها گفته تو عزلی؟ عزلی دیگه، چوخی که نداریم که. اون کودتایی که میگن آقای بیژن خلیلی از این، اون کودتا رو آقای دکتر فاطمی میخواست به کمک حزب توده بر علیه شاه انجام بده، میخواست شاه رو از مملکت بیرون کنه، میخواست جمهوری اعلام کنه. همونطور که دکتر فاطمی همون روزی که شاه از ایران رفت، رفت تو مجلس بارستان میتینگ گذاشت، گفت ما از این بعد جمهوریم. حق نداشت آقای بیژن خلیلی اون بگه ما جمهوریم. اون که حق نداشت بگه جمهوریم، گفت جمهوریم، اون اقدام به کودتا علیه شاه کرد. خب من به آقای سیاوش لشکری گفتم دارم یه چرت میزنم که برنامه تو رو خوب گوش بدم. گفتم یه نمایشنامه نویسی، یک نمایشنامه نوشت. بعد آقای برنارد شاو رو دعوت کرد که بیاد در تمرین این نمایشنامه رو تماشا کنه، نظر بده. آقای برنارد شاو اومد نمایشنامه رو نگاه کرد، تماشا کرد تا آخرش، رو گفت نویسنده نمایشنامه، گفت نظرتون چی بود؟ گفت من یه تغییری لازم می‌بینم. گفت چه تغییری؟ گفت این آخر برنامه که این قهرمان داستان خودشو به دار میزنه، بهتره که با گلوله خودشو بکشه. نویسنده گفت چه فرق می‌کنه با گلوله؟ گفت فرقش اینه که وقتی با گلوله خودشو بکشه، همه اینا که خوابشون برده یه دفعه بیدار میشن، میفهمن تموم شد نمایشنامه دیگه. حالا امیدوارم که آقای سیاوش لشکری دوباره خوابش نبرده باشه. برحال من سپاسگزارم از عزیزانی که به این برنامه توجه کردن، از آقای امیدوار، از آقای ناصر توکلی که در اتاق فرمان کمک کردن، از شما عزیزان، از خانم‌ها، آقایون، از انسان‌های خوب و بزرگواری که محبت کردید، بنده رو تحمل کردید، سپاسگزار میکنم. براتون شادی و پیروزی و تندرستی آرزو میکنم. من اینطوری میکنم چون با دست، ما در فارسی به اصطلاح بادی لنگویج برای دست نداریم، مثلا میتونیم بگیم اینطوری مخلصم تشکر میکنم، ولی شاید اینطوری تشکر میکنم، اینم میشه.